جهت مشاهده ویدیوهای بعدی جام تخت جمشید را سابسکرایب نمایید. چهار تا از این عکس فوت کردن. این دنیای ورزش گرفته بود، فوتبال دیگه. چه سالیه جناب مصطفی؟ 47. من از 5 سالگی فوتبال شروع کردم توی همین کوچه های محلی، توی کوچه هایی که یه جوی آب وسطش رد میشه. حالا شما اصلا کوشش متر کل کوچه بوده، یه مترش جوی آب میشه 5 متر، از بهمه 2.5 متر، 2 متر این بر، 2 متر اون بر. ما تو این فوتبال رو جوری یاد گرفتیم که به ما نقل تکنسیان فوتبال ایران رو دادن. یعنی همین کنار ورسی دروش نوشته اکسنسیان فوتبال ایران، فنی ترین بازیکن فوتبال ایران. تو همون 2 متر و نیم و 1 متر و نیم و 3 متر و 4 متر از همون بچه که من حرف من بود تو محله بودم که بازی میکردیم، یادگیری که میکردیم به جون علی آقا. همش من بودم شما چی میگی به من بچه بودم، داروش بگو داروش بگو، من بودم اینا این با من اون باشم. تا جایی که ما رفتیم پیرسه اول دبیرستان فروغ دیگه فوتبال رو تیغی میزدیم، یعنی چی؟ یعنی یه جایی رو تعیین میکردیم با یه توپ ماهوتی کوچولی 20 متری یه توپ کوچولو رو میذاشیم تو قطع سنگ، هر کی این توپ میزد ما همش میزدیم به سنگ میومد. از همون جا تمرین تکنیک ما اون تیغی های مدرسه محمد علی فروغی بود. دبیرستان سال اول، سال دوم گرفتم خرمشهر و اصلا که پدرم اونجا هم باز شاهین خرمشهر یه پیل منظم مرتبه من بیردم موجه زمین میشستم نگاه میکردم بازی هم و هم کنیم دادم. حالا به حسب اتفاق یه روز برای دکتر اکرامی اومد شاهین ها رو بازدید بکنه، اومد خرمشهر شاهین های کشور رو. اینا جمعشون 22 نفر نشد که میخواستم دوتا تیم بازی کنن شاهینی ها، یکی کم داشتم. ما موجه اشتادی بودن تو هم بیا، ما هم رفتیم. بلد بودم من الفبای فوتبال بلد بودم. وقتی رفتم مثلا بعد از نیم ساعت یه ساعت که من بازی کردم دکتر اکرامی اومد بالا سر من، بابا جان تو کجا زندگی میکنی؟ گفتم تهران. گفت پس اینجا چیکار میکنی؟ گفتم که پس به اجبار روزگار. بعد گفت اومدی تهران به من سر میزنی؟ من دکتر اکرامی هستم، بیا باشگاه شاهین. دقیقا یادم نمیاد. فوتبال ما از همون 20 دقیقه یه ربع نیم ساعتیه که با تیم دوتا تیم کردن دکتر اکرامی ببینه نازی اینا رو نخورم شهر شده بیش کارده. شما تو یه تیم محلی بنامه ناصحی کوچه‌مون بود؟ بله کوچه‌مون بود. من یه رفیق داشتم به رحمت خدا رفته، اون محمد اسحاق پور، اون خیلی با من رقابت داشت، همهش من میبردمش. اون کفشش استوددار میرم، یه جایی بود تو پامنار به نام کبریچی کفشای فوتبال خوبی درست میکرد. بعد ایشون چون بعدش خوب بود میرم از اون کفشای میکرد، بعدش ما فوتبال ما خوب بود با کفشای پاره و اینا میادیم بازی میکرم، 2-2 3-3 میبردم بشه، یعنی هرچی با من بازی کرد بردم بشه. از باختم خیلی بدم میومد، خیلی از بعد بچه بود دوستاشم همیشه برنده بنده بشه. یه خاطرم شما تعریف کردین تو اون دنیای ورزش اشاره شده که اون خیلی سنتون کم بوده و به نحوی میرید امجدیه،
بازی تاج و شاهین بوده یه شوتی زده میشه آقای حاتم. ما از جز این بچه هایی بودیم که پول نداشتن و با لباس پاره و کفش پاره و از این حرفا میرد که روبرو زمین امجدیه یه زمینی بود برام زمین دوستان الان آپارت بانسازی شده رفته بودم ما اونجا سه به سه، چهار به چهار، پنج به پنج تو پاراجو رو میذاشیم دنبال دروازه این برای اومد بچه بازی کرد. یه روزی که بازی پرس تاج و شاهین بود ما دیدیم شروع شده گفتیم بریم ببینیم چه کم ما بریم تو انقدر خودمون پیچوندیم تا با یه من دستی رو پر گرفتیم رفتیم تو همون که رفتیم تو دستی رو نمک کردیم و من یه لحظه نگاه کردم که اومدم تو زمین شعوریه که هم جدیه تو پو برمیدارم میدم من دقیقا یادم آقای جدی کار خدا بیام تو تیوروچیک در رسمان بود پرویز کلوگرنی حاتم گوش راست تیم داری اینا اینا بازیکنایی بود که من تو رویا میدیدیم ایشون برادرم این وسط توپای آجوری رنگ قرمز رنگ متمایل به نارنجی بر نارنجی یه ذره از این پررنگتر رو روشن‌تر منم که تو برشب بدم به جدی کار تور آقای بیاتی یا تور چی رو داشت گرد میکرد کلرشون بود اینکه انتوبا کرد تو ناف من وقت تو ناف من کرد من دیگه بیهوش شدم و این هفته پکو خیلی زحمت کشتن تا نفس من دارد من بردن لازم که جایی نشوندن که بازی رو تماشا کنم همین آدم هایی که اومدن من رو تو کرتو شکمم و داستان رو درست هم کردن و نوازش هم کردن و خیلی هم مهربون کردن همین آدم ها جایی رسید که من وقتی اصلا باش که کنم جوان با اینا بازی داشتم من 17 سالم بود اینا همون تیم بودن دقیقا یادم تو جدی کارو آقای بیاتی و جمالی و کوزه‌کنانی و حاتم و اینا نادر افشار ما اون روز 5-2 تاجو زدیم من بعد آخر بوتی که دیم روم نمیشد برم بگم من این همون آدم من علاقه من دارم برجد این تو دلم بود نتونستم بهشون بگم و نه اونا به اونا گفتم که من همون آدم هم که الان هم بنده بردیم اتون تاج پنج رو بردن مگه میشه و این هم جزو افتخارات زندگی منه همه به پولشون و ثروتشون و مقامشون میرزن ما با اون بازی همون تیمی کرده چرا خودسته به شما یه برادر هم داشتید خسرو مصطفی بیه حالا من خیلی درشون اطلاعی ندارم من تشریف دارم بله در هست مریضه ولی هست اونم فوتبال بازی میکرد قهرمان دو میدانی بود رکورد 200 متر کوبیدش خیلی سریع بود حالا اون وقتی ما با دارایی هم بازی داشتیم گل پیروزی اون یکیش از دارایی بود دارایی هم تیم خیلی قوی بود اون گل یکیش اون زد بله حالا تهران جوان پیشنهادی از سمت آقای من فریدون شاکری نه ببینید اینطوری نبود من یه روزی داشتم میرفتم و بسکتبال بازی میکردم بعضی بازی میکردم باشگاه تهران جوان تو خیابون ژاله بود میدون ژاله تو خیابون ژاله حالا شده 17 شهری بود و تا خونه ما مثلا 10 دقیقه پیاده میرفتیم ما وقتی فوتبال نشتیم میرفتیم بسکتبال بازی بسکتبال با یه آمدن این نام علی ماجدی که بعد چون سفیر ایران تو ژاپن و معامل وزارت خارجه و الان بازنشسته وزارت خارجه است ما داشتیم بازی میکردیم بالای این حلقه بسکتبال ما اتاق مرحوم حسین بکری بود من که اصلا نمیدونستم ایشون آقای بکری است که مربی تیم ملی و این داستان ها و رئیس باشگاه داره ما تو الان بچه کدوم بازی میکردیم یه تو گفتم من با پا زدم رفت تو حلقه اتفاقا مرحوم سر بیگری بایستاد اون بالا نگاه میکرد پایینو
یا به من گفت بابا پسر آقا پسر زاد مثلا فاصله ما 4-5 متر بود 5-6 متر گفت فوتبال بازی میکنی یا بسکتبال من هم بودم آقا هرچی نمیدونستم که کیه همینجور بودم هرچی خوش آید پیش آید خوش آید خب من دید من چقدر قشنگ زدم تو پرم با هدف زدم رفت تو هدف با دست نمیتونست با پا زدم گفت میخواد فوتبال بازی کنیم تو هدف چونم گفت خب میایید یه جایی بگم فردا ساعت 4 بیایید بودم کجا گفت به در میدون فوزیه صادق بعد شد شهناز بعد شد امام حسین الان امام حسین نزدیک سینمای دو برام مراد وایس ماشین اتوبوس میاد میبره گفت لباس داری گفتم نه گفت کفش داری گفتم نه گفت جوراب داری گفتم گفت پیراهن داری گفتم گرم کن داری گفت چی داری گفتم هیچی خودم هم گفت من همه چی میگم واسه میگم همه چی واسه ما بوده ما 4 ما تو تیم تهران جهان بازی کردیم فکر رفتیم دفاع چپ چون قدرت بدنیم کردی و سرعت هم زیاد بود من به این فاصله که الان میگن اوورلپ موورلپ ما به زبان دهاتی خودمون 50 دفعه این خط رو میرفتیم میان 50 بار میرفتیم میان خلاص بعد 4 ما رفتیم تیم تهران جوان بعد یه سال هم به انتخاب شدیم باستیم تهران بعد یه سال این هم رفتیم تیم ملیم بعد 2 سال هم دو المپیک توکیو بازی کردیم یعنی راه هموار بود چون مربیانمون آدمای چشم‌پاک دلپاک بی نیازی بودن راه هم بود امروز یه بچه میخواد بیاد بره توی آکادمی ثبت نام کنه 1000 رقم واسه مشکل درست کنه هر وقت صدا داره فوتبال ما بیرون فوتبال توی فوتبال نه پول دارن نه پول میدن یا مناسبت هایی ایجاد میشه بوده یعنی استعداد است که ما توی این جنوب شهر توی این راهن توی این میدون شوش توی این خزانه توی این زمین های مختلفه که الان هست و بیشترشون هم آپارتمان سازی شده اونجا هستن چون پول ندارن کسی به شما حده خب ببینید شما از زمین خاکی فرمودید رشد کردید اومدید به صورت باشگاه ابتدای دهه 40 و دهه 50 حتی بعدش هم متوقف یه دهه خیلی خوبی بود خیلی خوب رشد میکرد ببینید یه جامعه بود به نام جامعه سرلشکر خاتم اون سرلشکر خاتم شوهرش ها شوهر خواهرش ها و ایشون پرنده نیرو هوایی بود خودش بازیکن تیم ملی والیبال بسکتبال فوتبال مثل تیم سارسون بود دیگه رئیس فدراسیون فوتبال بود ولی بازیکن بسکت تیم ملی بسکتبال تیم ملی والیبال تیم ملی فوتبال هم اون موقع چش دلا سیر بود از هر نظر اون موقع دنبال استعدادا بودن بعدم امکانات زیاد استعداد کم الان برعکس شده امکانات کم شده استعداد زیاد چرا چون جمعیت ما با جمعیت 13-14-15 میلیون نفری دیگه آخراش که سال 1379 بود شد 30 میلیون نفر یعنی میخوام به شما بگم که جمعیت کم امکانات زیاد توجه به ورزش زیاد امکانات باشگاهی خیلی خوب اون موقع استعداد رو از جام خاتم در می بودم من یادم همین مرحوم عبدالله سعیدی خود من پرویز بلیشانی اسخر شرفی حسن حبیبی همه اینا همه این بچه ها قبب ها خب احوال بیام اون زمینی خب علی جباری اینا از همین زمین ها اومدیم خود حسن حبیبی یه تیم تو 400 دستگاه داشت 20 تا بازیکن ملی از اونجا اومدن به تیم ملی اون تا الان جمعیت زیاد شده امکانات کم شده عوضی که توجه بیشتر شده توجه کمتر شده ولی خلاف در فوتبال زیاد شده یعنی چی به انهای مختلف پول میگیرن از بازیکن از پدرش از مادرش که ببینم توی تیم ببینم توی آکادمی اینطوری که فوتبال جور نمیشه آتیه خوشی نداریم این وضعی که توی 40 سال گذشته بلاهایی که به سر فوتبال اومده خصوص بعد از انقلاب خیلی ممنونم شما نکاتی اشاره میکنید که واقعا الان کسی نیست که این تجربه کرده باشه این سالها رو برای من از نون حالا تو رده بالا بازی کردم با در تیم ملی یعنی من درد هر طبقه ای رو حس کردم تفاوتش هم میدونم بعد بعد انقلاب من 3 دوره دبیرکل بودم یه دوره رئیس حس می کنم که چه تفاوتی بین الان و گذشته هست گذشته نمیدن یه آدمی که دست چپ و راست شده می دونه کنن رئیس فدراسیون همه اونایی که اومدن به استثنای اتابایی
تا آخر سر که اون هم کسای دیگه میگردوندنشون سمبول بود به عنوان رئیس فدراسیون مدیریت میکردن اروپا همه اهل فن بودن امروز شما کپاشیان رو میاری میذاری خیلی خیلی مثل کپاشیان دارید میاری میذاری اصلا وقت فوتبال میگیرن و میرن هیچکی هم نیست بهشون که چیکار کردید مشکلات زیاده از هر جاش بخوای وارد میتونید بشی اشاره هم مختار من رو بردم به بیمارستان دهکنده دکتر برو روز بازی نباد مکسیکی ها هم تکنیک داشتن هم بود یه ترکیب میکس از فوتبال مدر اون روز هم سال 64 50 سال پیش